شنوند. همیهنان گرامی، من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو با حضور جناب آقای محمد امینی اجرا می کنم. در برنامه هفته پیش برگی از تاریخ تعدد پرسش ها درباره موضوع برنامه یعنی حجاب مایه آن شد که در برنامه امروز هم همچنان از حجاب سخن بگوییم. آقای امینی معتقد بودند که حجاب اجباری پاشنه آشیل یا چشم اسفندیار دولت دینی و فرومایه ترین نماد چیرگی دولت در خصوصی ترین بخش های زندگی مردم است. در پاسداری از حجاب اجباری، فرومایگی رژیم به جایی رسیده است که حجت الاسلام قرائتی، رئیس ستاد نماز جمعه کشور میگوید شما جنس مرغوب را در کادو میپیچید، روی تلویزیون پارچه میاندازید، کتاب قیمتی را جلد میکنید، طلا و جواهرات را ساده در دسترس قرار نمیدهید. بنابراین جلد و حجاب نشانه ارزش است. این عقیده یکی از مسئولان رژیم جمهوری اسلامی است. ولی پیش از اینکه با آقای امینی عرض سلام کنم، بگویم که دو موضوع روز که فارغ از بحث حجاب بیگمان وارد تاریخ خواهند شد، دو موضوعی است که با آقای امینی در آغاز مطرح خواهم کرد. جناب آقای امینی، عرض سلام میکنم خدمتتون. شما و همچنین درود بر بینندگان ارجمند شما. این واگفته ای رو که از آقای قرائتی یاد کردید که من در نوشتم آوردم، گواه دو نکته است. نخست اینکه ایشان هم مانند دیگر آخوندها زن رو یک جنس میدانند، یک مثل کادو میدونند، مثل تلویزیون میبینند که این کادو رو نباید، کادو رو باید در بسته پیچید. البته گواهی از یک نکته دیگر هم هست. ایشان من نمیدونم چرا تلویزیونی دارن، ولی تلویزیون هایی که ما دیدیم روش اگه پارچه بندازید جلوی تلویزیون رو میگیره. این مربوط میشود به اون دورانی که ایشون شاید بزرگ شدن از این تلویزیون جعبه های گنده بوده و عادت کردن و این تلویزیونی که دیدن فکر کنن زن هم همینه، باید روش پارچه انداخت که مواظب این تلویزیون باشه، مبادا تلویزیون خراب بشه. یعنی چادر سر تلویزیون کرد. بله دیگه. و این همون کسانی هستن که خاطرتون باشه در منزلهاشون روی کاناپه و دوشک و اینها هم نایلون میکشیدن. بله. که مبادا مثلا یه وقت کثیف بشه. من رو از بچگی به یاد دارم، چون منزل بعضی هاشی میرفتم نایلون بود، ناراحت بود نشستن روی این پلاستیک کشیده بودن. حالا ایشون هم تلویزیونشون رو چارقد کشیدن روی تلویزیون و فکر میکنن زن هم در واقع کادوس و باید اینگونه به هر حال به اون نگاه کرد. آقای امینی، اون دو پرسشی که گفتم بله. میخواهم فارغ از بحث حجاب که به موضوع این برنامه است همچنان مطرح کنم. یکیش این است که جمهوری اسلامی در ارتباط با انتخابات و کسانی که نام نویسی کردن برای شرکت در انتخابات مجلس، تعدادی از اونها را هنوز هیچ نشده به حال از دور خارج کرده. آقای زعیم، آقای باوند از جبهه ملی و آقای تبرزدی. بله. بفرمایید که دیدگاهتون در این باب چیه؟ در چه زمینه؟ در زمینه حذف اینها یا اصولا کوشش اونها برای راهیابی؟ منظور همون کوشششونه. آیا این کوشش به معنی همراهی با رژیم، قبول کردن این رژیمه؟ ببینید، راستی این هست که نظام چیره بر ایران از شمار اون نوع دولت‌هایی نیست که از راه صندوق رأی دگرگون می‌شود. یعنی من جدا باور دارم که
مگر آنکه یک دگرگونی خیلی بنیادی در جامعه روی بدهد و یک بار همه این نهادهای جلوگیرنده از گذار به دموکراسی از سر جامعه کنار برود که بعید میدانم، و یک باره بگویند که مردم در انتخابات آزاد هستند و مردم بروند و آزادانه رأی بدهند و مجلسی برگزیده شود که این مجلس مثلا رأی بدهد به تغییر قانون و حتی قانون اساسی رو بیاید و بخواهد دگرگون کند یا مجلس مؤسسانی رو به وجود بیاورد. این در مورد حکومت های مانند اتحاد جماهیر شوروی، در مورد ایران کنونی نشدنی است. حتی در مورد حکومت های بسیار خودکامه هم ما دیدیم که بیشتر دگرگونی ها در خیابان، در واکنش های اعتراضی مردم روی میدهد و سرانجام حکومت ها پا پس می کشند یا پس می نشینند. در مورد ایران هم من باور بر این ندارم که از نهاد شورای نگهبان، مجلس خبرگان یا مجلس شورای ملی یا شورای اسلامی در واقع ما می توانیم انتظار یک دگرگونی رو داشته باشیم. با این همه باید از حقوق شهروندان برای شرکت در این کارزارها پشتیبانی کرد. میدونید که در همین مورد انتخابات این مجلس خبرگان رهبری که خودش یک پدیده بسیار بسیار فرومایه و واپس مانده است، در اونجا هم آمدن و شرایط گذراندن امتحان اجتهاد رو گذاشتن که کسانی رو حذف کنند و حذف هم خواهند کرد. خب نخستین گام در این زمینه این است که نخستین پیامد امتحان اجتهاد این است که آن گروه از مردم ایران که شیعی نیستند از دایره شایستگان شرکت در انتخابات برای این نهاد بسیار مهم به کشور کنار بروند، چون اونها یک مفتی اهل سنت که نمیتواند در امتحان اجتهاد آخوندهای شیعی نمره بیاورد و یا حتی یک زیدی که شیعی هم باشه نخواهد توانست از این قیف امتحان اونها رد بشود، از این سرند رد بشود. حالا چه برسد به اونهایی که مسلمان نیستند، اونهایی که اصلا دین ندارن، که اصلا بهتر است که از پیرامون جایی که این پرسشنامه رو قبول نکنن نگذرن. در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی هم روشن است که این نظارت استصوابی که در قانون اساسی هم نیامده پدیده است که جلوگیری می کند از حق شهروندان برای شرکت در حتی انتخاباتی که از بنیاد دموکراتیک نیست. کاری که این دوستان انجام دادند و من هم از این کوشش اونها پشتیبانی می کنم در این هست که با رفتن و تشویق دیگران برای ثبت نام و به چالش کشیدن حکومت برای حذف اونها در واقع یک نوع رسوایی رو در برابر جامعه بنمایانند، نشان بدهند که این حکومت پایبند هیچ یک از اصولی که حتی وعده میدهد نیست. آقای زعیم و آقای باوند رو اصلا درخواستنامه اونها رو نپذیرفتند، چون برخی از پرسش هایی که در اونجا آمده بود اینها به شیوهی پاسخ دادند که با باورهای اونها همخوانی دارد. هنگامی که از مذهب از یکی از اونها پرسیدن، پاسخ داده است که مطلبی خصوصی است و من پاسخ نخواهم داد. به چیزهایی از این دست. اینها آدمهایی هستند، اینهایی که در از سوی این همبستگی در این کارزار شرکت کردن، انسانهای سکولار و هوادار قانون و بر روی جزو خانواده بزرگ مصدقی های ایران هستند اونجور که میگویند، و باور ندارم که اینها اصلا طرفدار این باشند که این مجلس شورای اسلامی رو باید حفظ کرد. اما این کار اونها برای نشان دادن این تباهی این فرایند به داوری من کار بسیار شجاعانه و گستاخانه و گستاخی به مفهوم مثبت کلمه است و من این رو عرض می نهم و امیدوارم که این کار از این چارچوب تنها نام نویسی فراتر برود و اگر و حتما اونها رو که کنار میگذارند ما شاهد یک واکنش مدنی در برابر این رفتار حکومت باشه. ممنونم ازت آقای امینی. سوال دومی که فکر میکنم اون هم به حال وارد تاریخ بشود روزی از شما در این باره پرسش کنند، این است که
خب دیروز این اطلاعیه سپاه پاسداران همه جا پخش شد که در پی ورود غیرقانونی و غیر مجاز دو فروند شناور رزمی آمریکایی به آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و حوالی جزیره فارسی در بعد از ظهر دیروز، این شناورها پس از تمکین اخطار شناورهای رزمی نیروی دریایی سپاه متوقف و 9 تفنگدار مرد و 1 تفنگدار زن از میان آنها دستگیر شدند و امروز بامداد همین سپاه پاسداران اعلام کرد که با اشاره به قطعیت غیر عمدی بودن ورود غیر قانونی و غیر مجاز شناورهای رزمی آمریکایی به آب‌های سرزمینی ایران در خلیج فارس، از آزادی تفنگداران دستگیر شده آمریکایی در آب‌های بین‌المللی ایران خبر داد. این به یکی از ایده‌های شما در باب سیاست‌های جمهوری اسلامی برمی‌گردد. ببینید جناب مهری، حکومت های توانا، مداراجو، خردمند در جستجوی کاهش تنش با همسایگان و کشورهای دیگر هستند. هیچگاه تنش رو دنبال نمی کنند. چند سال پیش که بر پایه گزارش های محرمانه ای که به چاپ رسید، آقای اسنودون اینها رو چاپ کرده بود و در اختیار قرار داده بود، آشکار شد که دولت ایالات متحده آمریکا تو اون پروژه شنودن به گوش دادن به گفتگوهای تلفنی مردم، از جمله تلفن خصوصی همراه خانم مرکل رو که یکی از نزدیکترین پشتیبانان و همکاران و همراهان دولت ایالات متحده آمریکا است رو به اون هم گوش میداده. خب اگر این رویداد در مورد ایران انجام شده بود که انجام می شود، تردید نداشته باشید که تمام تلفن های همراه سران سپاه و رهبران جمهوری اسلامی رو همه رو گوش میدند، اما اگر روشن شده بود چه بسا های هوی می کردن، در حالی که دولتی مانند آلمان از راهکارهای دیپلماتیک اعتراض خودش رو انجام میده، واکنش های هم صورت میگیره، مثلا سفیر رو فرا میخوانند و به سفیر تذکری میدهند، در پشت پرده هم خشم و نارضایتی خودشون رو نسبت به این کار به دولتی که این کار رو کرده نشان میدن. این روش کشورهای خردمند و پیشرفته و دارای نیرو در جهان است، کشورهایی که نمیخواهند هر موضوعی رو به یک چالش و جنگ تبدیل کنند. سرنوشت حکومت ایران جز این است. معمولا حکومت‌هایی که ناتوان هستند از راه مشت به سینه خودشون زدن و فریاد کردن، صدا بلند کردن خودشون نشان میدن. اما ماجرای معروف فتح علی شاه که البته میدانیم دقیق درست نیست، ولی خب زیباست که خبر به فتح علی شاه میرسد که روس‌ها بخش‌های زیادی از قفقاز رو گرفتن و ایشان شمشیر از نیام بیرون میکشد که یعنی من میروم به جنگ روس‌ها و همه درباریان به جنگ اوروس. وای بر اوروس. خب گواهی بر این است که اینها برای مصرف داخلی است. فتح علی شاه اگر هم میرفت به جنگ اوروس، تکه بزرگش گوشش باقی میموند و چیزی از او به جای نمیماند. جالب اینجاست که در همون ماجرایی که اشاره شد، در جنگ میان ایران و روس، آخوندهای تبریز حتی پیشنهاد کرده بودند به قوای و فرماندهان قوای روس که ما میتوانیم خانواده خود نایب السلطنه و خانواده‌اش رو بگیریم و به شما تحویل بدیم. و درایت و خردمندی روس‌هایی که پیروز هم شده بودند در این بود که چنین کاری انجام نشود و این رابطه به جایی سقوط نکنه که روس‌ها رو متهم بکنن به کشتن نایب السلطنه ایران. اما در مورد جمهوری اسلامی چنین نیست. نخست اینکه این سخن که گویا باید بازرسی میکردن و ببینن که این ملوان ها، اولا اینها تفنگدار دریایی نبودن، اینها ملوان بودن و خود اونها میدانن تفاوت زیادی میان تفنگدار یا به زبان انگلیسی مورین
و ملوان یا سیلر وجود دارد. مورین ها یک تمرین نظامی دیدن. اینها ملوان های ساده ای در نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا بودند و در راه آمدن از کویت به بحرین گویا قایق ها خراب شده و به خاک به هر حال به حریم دریایی ایران در جزیره فارس وارد شدند. خب این رو که میدانند که دولت ایالات متحده آمریکا با این همه امکانهای دیدبانی در فضا در مرز کهکشان نیاز به این که 12 نفر رو سوار 2 قایق نزدیک یکی از جزایر ایران بفرستد برای آگاهی گیری ندارد، یعنی این رو میدانند و روشن هم هست که اینها کار جاسوسی نبوده، جاسوسی رو از این راه انجام نمیدن. یعنی چرا اینها رو میگیرن؟ چرا همون زمان بدون سر و صدا کمک نمیکنن که اینها رو روانه و راهی کنن؟ برای که اینا مصرف داخلی داره، با این خفت و خاری که جام دومشون کران رو رهبر این بار به جای آیت الله خمینی به سر کشیدن و تن دادن به این برجام، حالا باید نشان بدهن که ما خیلی قدرت داریم. این است که در همون هفته ای که کشتی حامل اورانیوم غنی شده ایران بندر ایران رو ترک می کند و به سوی روسیه می رود، چند تا توپ هم در می کنند نزدیک کشتی های آمریکایی که بله ما خیلی شجاع هستیم. و این رویداد 24 ساعته گذشته هم چنین بود. نخست اینکه درست در آستانه آخرین سخنرانی یا گزارش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در کنگره، در نشست مشترک کنگره، با چنین رفتاری در واقع خودشون رو میخوان نشان بدن که ما خیلی قدرت داریم، ما از آمریکا نمیترسیم. راست این است که از همه جا باید بترسم، برای که ایران یک کشور بسیار منفرد است و این رفتارها برای حفظ امنیت ملی ما نیست. ای کاش چنین می بود، یعنی این رفتار برای حفظ امنیت ملی ما بود، ولی واقعیت این است که امنیت ملی، ماندگاری ایران، یک پارچگی ایران در این 37 سال بیش از هر زمان دیگری به خطر افتاده. من بر این باور هستم که از هنگام بسته شدن پیمان پنهانی 1907 میان روس و انگلیس برای تقسیم پنهانی ایران به 2 سرزمین زیر نفوذ این 2 دولت استعماری تا به امروز هیچگاه کشور ما در آستانه یک خطر اساسی برای تجزیه، برای فروپاشی قرار نگرفته بوده. ایران شرایطی رو ایجاد کرده که حتی ایالات متحده آمریکا هم نیاز به دخالت نظامی در ایران نداره. فردا ممکن است در یک درگیری ساده میان ایران و بحرین جنگ میان ایران و عربستان آغاز شود و کشورهای دیگر عربی هم درگیر بشوند. من نمیدانم چه زمانی یک درجه ای از خرد، حالا من اصلا به شعله خرد، آتش خرد در ذهن اینها به این انتظار ندارم، اما دست کم یه شمعی، یه نوری از درایت در اینها زبانه بکشه و به اینها بگوید که چرا با آتش بازی میکنید؟ چرا ماندگاری ایران رو، یک پارچگی ایران رو و صلح رو در خاورمیانه به خطر میاندازی؟ چرا؟ چه گرفتاری هست؟ چرا فرصت سوزی میکنید؟ فرصت سوزی های بسیار اساسی. ببینید یک دری باز شده میان در برابر ایران که روابط خودش رو با دنیا بهتر بکنه، ولی در این دوران به جای آزاد کردن این روزنامه نگار ایرانی آمریکایی، ایشون رو محکوم میکنند. چرا؟ جاسوس بوده. آخه میدونید این آخه جاسوس که نمی آید آشکارا این کارها رو انجام بده. تا بدانید که تا بنیاد و درون تمام نهادهای جمهوری اسلامی جاسوس وجود داره، این تردیدی در این نمیتوان باشه. اینها هم در کشورهای دیگر جاسوس دارن، ولی بر روی این نوع رفتارها، رفتارهایی است که ظاهرا صورت حفظ امنیت ملی داره، ولی در درازای تاریخ ما همواره دیدیم حکومت هایی که دست به این نوع کارها میزنند اصلا امنیت ملی رو به خطر میاندازند و تاوان سنگین تری هم متاسفانه میپردازند. ممنونم آقای امینی. اگه اجازه بدین یه نامه هم آمده، یک پیامی هم از داخل ایران یکی از همیهنان عزیزمون فرستادند. خلاصش رو چون فرصت زیاد نیست
من بیان میکنم و نظر شما رو جویا میشوم. این همیان عزیز از داخل ایران درباره پژوهش‌های تاریخی شما گفتند که این پژوهش‌ها دارای هویت نظری هم هست، یعنی بی هویت نیست، پیامی در آنها نهفته است. راست میگویند؟ درست دیدم. بله، یعنی ایشون نامه‌ای که من در ایمان شما با هم دریافت کردیم، ایشان میگویند که نوعی که من به تاریخ نگاه میکنم 100% بی‌طرفانه نیست و دارای یک نوع جهتگیری است در زمین‌هایی و پیامی رو در خودش داره. فکر میکنم شاید زمان مناسبی باشه امروز یک شاید چند کلامی، چند دقیقه‌ای در این باره اگر فرصت داشته باشین من چند سخنی رو با شما در میان بگذارم. خواهش می‌کنم. ببینید، ما با چند نوع تاریخ پژوهی در دنیا روبرو بوده و هستیم. در دوران گذشته ایران کسانی بودند که مانند بیهقی تاریخ که می‌نوشتند، اگرچه او کاتب دربار بوده ولی در لابلای گزارش تاریخ راستی‌های زیادی رو در برابر ما نهاده، یا کسانی مانند نویسنده رستم و تواریخ در لابلای اون خامه پر از طنز یا ظاهراً طنز راستی‌های زیادی رو در مورد تاریخ در برابر ما نهاده، البته گاه هم با کینه. برخی از پژوهش‌های تاریخی اون زمان یا تذکره‌هایی که از اون دوران باقی مونده، اینها بیشتر سرنوشت نویسی و گزارش نویسی و تاریخ سازی است که اینها رو باید یک پژوهشگر تاریخ اینها رو در کنار هم بنهد و از لابلای اینها تاریخ‌های درست رو بیرون بیاورد. در دوران کنونی هم ما با دست کم سه نوع تاریخ نویسی روبرو هستیم. یکی تاریخ نویسی یا پژوهش دانشگاهی است، بسیار هم ارزنده است، یعنی کسانی که میآیند و یک موضوع بسیار مجردی رو در تاریخ انتخاب میکنند و این موضوع مجرد رو مورد بررسی قرار میدهند، مانند مثلا نامه های امیر کبیر رو مورد بررسی قرار میدهند و پژوهش میکنند که کدام یک از این نامه ها به راستی از آن امیر کبیر بوده، کدام یک از اینها رو ساختند. یا کسانی میآیند در مورد یک شخصیت در تاریخ در زمینه‌های گوناگون اون رو مورد بررسی قرار میدهند. بیشتر کار دانشگاهی است، کار آکادمیک است، بسیار هم کار ارزنده است و تاریخ پژوهانی مانند خود من نمیتوانند بدون این نوع کارهای، حالا باید گفت انتزاعی یا مجرد، کار کلان بکنند، چون تاریخ پژوهی کلان به این تاریخ پژوهی‌های تک تک نیازمند است که دریابیم که چگونه میتوان راستی ها رو از ناراستی ها جدا کرد. چند روز پیش من و شما گفتگویی داشتیم در مورد عباس خلیلی، پدر زندگیات خانم سیمین بهبهانی، و من با شما از این گفتگو میکردم که تاریخی که او درباره زندگی خودش ساخته تاریخ درستی نمیتواند باشد. این پژوهش در زندگی عباس خلیلی یک پژوهش میتواند دانشگاهی آکادمیک و جالبی باشه، حالا ممکنه 40 برگ باشه، ممکنه 100 برگ باشه، ممکنه چندین جلد بشود. یک رو دیگر تاریخ نویسی و تاریخ پژوهی داریم که اینها تاریخ نویسی های ایدئولوژیک یا دست به مزد یا دست به قدرته، دست به زوره. دست به مزد یا دست به زور یعنی نوشتن تاریخ هایی که برای خوشایند گرد هم آمده، حالا آیا نویسنده این تاریخ ها پولی هم گرفته یا نگرفته تفاوت زیادی ندارد. اینها در واقع یک نوع سوداگری با تاریخ است. تاریخ نویسی درباره زندیات مصدق، درباره دوره‌هایی از تاریخ ایران، یک روی نویسی، یک سوی نویسی درباره دوران گذشته، دوران پهلوی، همه اینها نوعی از تاریخ نویسی هایی است که نویسنده در سودای به کرسی نشاندن یک منفعتی است، یک برنامه است. یا مثلا زندگی نامه هایی که در مورد کسی مانند رهبر انقلاب رهبر جمهوری اسلامی می نویسند، یا در مورد خود آیت الله خمینی می نویسند، یا در مورد زندگی آقا مصطفی خمینی نوشتند که خب بیشترش دروغ است. اینها تاریخ نویسی های با
با جهت و منفعت و سوداست. یعنی در کسانی که اینها رو کنار هم می نهند یک سودا و یک برنامه ای دارد. حالا این می تواند ایدئولوژیک باشد، نظری باشد و یا می تواند بر پایه پول باشد. کاری که تک تک اینجا و اونجا آدم ها انجام می دهند، مانند زنده یاد احمد کسروی یا زنده یاد مشی ببخش زنده یاد آدمیت، گوزش میخوام چیزی به گلوی من جست جست در واقع گوزش میخوام، این است که کارهای مانند کارهای آدمیت یا کسروی کارهایی است که یک سودای روشنگری هم در اون نفته. یعنی کسروی تاریخ مشروط ایران رو در همون پیشگفتار روشن کرده با چه هدفی بوده، میخواد توده رو در این تاریخ به مردم به دنیا بشناساند. یعنی بگوید که انقلاب مشروطه رو این کسانی که آمدند و نام اونها به نام بزرگان انقلاب مشروطه شناخته شده تنها اونها نساختند، بلکه هزاران انسانی که نام فامیل و خانوادگی هم نداشتند و با کارشون شناخته می شدند، باغبان بودند، فشنگچی بود کسی و یا صراف بود و یا بقال بود، اینها در واقع آمدند و در ساختار تاریخ مشروطه جایگاه بسیار برجسته‌ای داشتند. خود ستارخان رو کسروی چهره‌ای که از او ترسیم می‌کند در تاریخ 18 ساله آذربایجان یا در تاریخ مشروطه، فردی است که دارای سواد چندانی نبوده ولی دارای درایت و خرد و روشنبینی بسیار زیادی نسبت به نیاز جامعه و مردم می بوده. این یک نوع تاریخ نویسی با هدف است، یک کوششی است برای بیدار کردن مردم. نگاه من به تاریخ از این دست است، یعنی بی‌طرف هستم در گزارش راستی های تاریخ و باید بی‌طرف بود در گزارش راستی های تاریخ، در گزارش مثلا مذاکرات مجلس مربوط به دوران زنده یاد مصدق یا شهریور 20 تا 28 مرداد جعل نکرد، راستی رو گزارش داد، اگر سخن نادرستی از زبان مصدق بیرون آمده اون رو گزارش داد، اگر سخن نادرستی از دیگران درباره مصدق آمده اون رو گزارش داد، ولی روی هم رفته در بررسی تاریخ در سودای بیدار کردن مردم و برانگیختن اونها به زندگی خود و آینده خود بود. من امیدوارم که کارهایی که انجام میدهم در ادامه کارهای کسانی مانند کسروی و آدمیت باشه، یعنی یک کار خونسا نباشه. و از این دیدگاه نکته ایشان درست است که من بیطرف نیستم، ولی نگاه من، اسنادی که بررسی میکنم، کوشش من برای ارائه این اسناد، اینها بیطرفانه است ولی خود من بیطرف نیستم. من نمیتوانم در گزارش تاریخ پیرامون چالش زنان برای دستیابی به حقوق بیطرف باشم و بگویم که اونهایی که مخالف حقوق زنان بودند و اونهایی که برای حقوق زنان جانبازی کردند دارای یک پرونده، دارای یک هویت هستند. خب چنین نیست. برخی از اونها در راستای تاریخ گام برمی داشتند، در راستای درستی و راستی گام برمی داشتند و دیگران نماینده تاریخ، تاریکی های تاریخ بودند. این رو من نمیتوانم به عنوان یک تاریخ پژوه در برابر مردم قرار ندهم و تنها گزارش رویدادها رو در برابر اونها قرار بدهم. میبخشید که سخن به دراز. خیلی ممنون آقای امینی. پیش از رویداد هفته دی، سال روز هفته دی، چه کوشش های چشمگیری برای دستیابی به حقوق زنان از سوی جمعیت های زنان و گروه های اجتماعی در ایران انجام شد و چه کسانی در این کارها دست داشتند؟ از زمانی که مشروطه، فرمان مشروطه صادر شد و جامعه ایران یک گذر تاریخی رو پشت سر نهاد، یعنی فرمان گشایش مجلس در برابر مردم قرار گرفت و کارزار انتخابات آغاز شد و سپس مجلس شورای ملی برای نخستین بار به عنوان نمایندگان ملت در تهران گشایش یافت، یک سپهر تازه‌ای در زندگی سیاسی جامعه ایران گشوده شد.
و به دنبال این سپهر سیاسی تازه انجمنها و جمعیتها به وجود آمد. از جمله اونها انجمنهای زنان بود. انجمنهای چندین انجمنی از زنان به وجود آمد و روزنامه های زنانه منتشر شد. روزنامه هایی که برخی دارای جنبه اصلا سیاسی نبودند، تنها به آموزش زنان می پرداختند، مانند دانش، کهالزاده، کهالزاده جدید الاسلام. می دونید که در تاریخ ایران اونهایی که از آیین یهود مسلمان می شدند، دست کم برای دو دوره در زندگی خانوادگیشون باید این پسوند جدید الاسلام رو با خودشون دنبال می کردن که مبادا مردم اونها رو با مسلمانان اصیل اشتباه بکنن. این کهال هم، خانواده کهال، چشم پزشک کلیمی همدان هم، این خانواده پیشتر کلیمی بود و وقتی مسلمان شده بودن اینها رو کهال جدید الاسلام می خواندن و کهال زاده، که بعد هم کتاب خاطرات کهال زاده در مورد دورانی که منشی سفارت آلمان در ایران بوده، خیلی به روشن شدن رویدادهای مربوط به کودتای 1299 و اصلا شناختن رضا شاه خیلی کمک میکنه. یه چهره تازه ای از رضا شاه پیش از اینکه رضا خان سردار سپه بشه در برابر ما مینهد و بسیاری از جنبه‌های دیگر ارزشمند تاریخ در این یادمانده کهالزاده آمده. از همین خانواده خانم کهالزاده روزنامه، نخستین روزنامه پس از مشروطه رو منتشر میکنه، شکوفه، به روز میخوام دانش، و پس از اون روزنامه شکوفه به همت خانم به نام امید، خانم امید منتشر میشود و خیلی روزنامه پیشرفته بوده. زبان زنان، نامه زبان زنان و روزنامه های دیگر خیلی تندتر از این روزنامه کار میکردند. انجمن های زیادی به وجود میآید، ولی هیچ انجمنی به اندازه انجمنی که نزدیک به 11 سال فعالیت داشته کارش به درازا در ایران نمیکشه. انجمن مستقلی بوده بدون پشتیبانی دولت و در واقع باید گفت که در پایان کار هم دولت اون رو تعطیل میکنه. انجمنی است به نام جمعیت نسوان، جمعیت نسوان وطنخواه، جمعیت زنان میهن پرست، نسوان وطنخواه. من پیکره ای رو فرستادم برای کارگردان برنامه. اسامی شونه دارین آقا؟ بله، این ایزوری پیکره روی تلویزیون قرار بدن، روی صفحه تلویزیون. این پیکره ایست که از اینها گرفته شده بدون حجاب. ببینید این 10 نفر هیئت مدیره جمعیت نسوان وطنخواه هستن. قبل از کشف حجاب؟ بله بله، این سال، این پیکره در سال 1301 گرفته شده، حتی پیش از اینکه رضا شاه پادشاه بشه. و میبینید که همه خانوم ها با رخت اروپایی نشستن، خیلی با متانت، هیچ یک حتی روسری هم بر سر نداره. مشکل هم هستن؟ بله خب اون دیگه، بله دیگه حتما، ولی بیشتر جنبه دانش اونها مهم است. اجازه بدید که این پیکره رو خانوم کارگردان برنامه روی صفحه تلویزیون نگه دارن و من با اجازه شما جناب بحری نام های این شخصیت ها رو از دست چپ نشسته برای شما بخوانم. شخصی که دست چپ، نخستی نفری که دست چپ تلویزیون نشسته، در این پیکره نشسته، خانم فخرآفاق پارساست. کی هستن ایشون؟ همسرش در خراسان، در مشهد، یکی از نخستین روزنامه های زنانه رو منتشر می کردن و اونها رو از مشهد تبعید کردن و دولت اون دوره قوام السلطنه هم تبعید اونها رو پذیرفت و اونها رو به عراق فرستاد، چون میگفتن اینها بابی هستن. فخرآفاق پارسا میدونید که مادر نخستین، مادر خانم پارسا، مادر بعد فرخو پارسا، نخستین زن وزیر در ایران بود که با چنان به راستی باید گفت شیوه دردناک ایشان رو کشتن. نفر دوم ملوک اسکندری است. میدونید این انجمن رو، اجازه بدید اینجا بگم، زنی در 27 سالگی آغاز کرد به نام محترم اسکندری، از یک خانواده اعیان، از خانواده شاهزادگان اسکندری در تهران. خود او تا 29 سالگی بیشتر زندگیش به درازا نکشید. در سال 1300 فکر می‌کنم یک یا دو بود که درگذشت. پیش از این پیکره‌ای که گرفته شده، یعنی این پیکره‌ای که می‌بینید چند ماهی پس از
در گذشت محترم اسکندری است که دیگه در میان ما نبوده. در هنگامی که این پیکره رو میگرفتن، او پایه‌گذار او بود، این بود و دو نفر از خواهرانش هم در این کار درگیر بودند. خانم ملوک اسکندری، پس از او خانم کبرا چنانی، مستوره افشار که نفری است که در وسط نشسته، مستوره افشار پس از خانم اسکندری در واقع گرداننده این انجمن می شود و نماینده این انجمن در کنگره بوده، از کنگره انجمنهای زنان در آسیا در دمشق در سال 1309 خورشیدی. حالا در این باره ازتون سوال میکنم. بله ایشان، بله ایشان که بسط نشستن در واقع میتوان گفت به جای خانم محترم اسکندری هستند. خانم مستوره افشار، نصرت مشیری، صفیه اسکندری و عصمت الملوک شریفی، اینها آدم هایی که در صف جلو نشستن. صف پشت از دست چپ مهرنگیز اسکندری است، باز هم خواهر یکی از خواهران همین اسکندری، بانو چنانی خواهر کبرا چنانی، هایده افشار خواهر خانم مستوره افشار، عباسه پایور و قدسیه مشیری، اینها 10 نفر هیئت مدیره انجمن بودند. من شاید در یک فرصت دیگری اگر بتوانم و اگر نتوانم بس خود همیانان میخواهم که بروند و حتما میتوانند رو بیامند. زنده یاد سعید نفیسی که با اینها همکاری میکرده گزارشی دارد از نخستین دیدار خودش با این گروه در منزلی و تشویق اونها، محرمانه بوده این نشست، تشویق اونها به سعید نفیسی برای کمک به روزنامه نگاری، کمک به کار روزنامه نگاری این گروه. این گروه 1300 به وجود می آید و در سال 1301 عملا با فشار شهربانی تعطیل میشه. یکی از دلایل تعطیل اون هم نزدیک بودن خانم افشار و دیگر دوستانشون با تیمورتاش هست. تیمورتاش از هواداران سرسخت این گروه بوده و از اونها پشتیبانی میکرده و حتی انگامی که خانم افشار برای نمایندگی از سوی زنان ایران به اون کنگره‌ای که در دمشق برگزار شد میرود، این به پشتیبانی تیمورتاش بوده. بفرمایید که این کنگره بعد جلسه بعدیش در تهران بوده؟ کنگره نسوان شرق، خب این واژه نسوان رو هم میدونید در اون زمان همه نسوان میگفتند، زنان ازش زیاد استفاده نمیکردند. البته یک کمی بهتر از مخدرات هست این نسوان، یا ضعیفه، پیش از اون هم که میگفتند ضعیفه، حالا دیگه یه مقدار بالاتر آمده بوده، احترامی جامعه برای زنان داشته و به اینها نسوان میگفتند، طایفه نسوان، طایفه اناس یا نسوان. و این است که حالا بعدها می شود بانوان، حتی زنان هم نبوده، بعدها می شود کانون بانوان و رفته رفته مردم این شرم و حیاشون برداشته میشه و از اونها به عنوان زن صحبت میکنن و می شود زنان و بانوان. بانو به جای بانوان، بانوان یه درجه بالا بهتر از نسوان بوده. کنگره یه نسوان شرق کنگره بوده که در دمشق برای نخستین بار برگزار شده. انجمن های زنان در کشورهای مختلف از جمله به پشتیبانی چند گروهی که در اروپا از زنان اروپایی نقش داشتند، به همین دلیل هم آخوندها میگفتند که حتما دست انگلیسی ها در کار هست و اونها در واقع این رو تشویق میکنند، در دمشق که در اون هنگام خب یکی از پایگاه های اندیشه های نو بوده، نه دمشق امروز که ویران شده یا در دست بشار اسد هستش، ولی دمشق اون زمان مانند بغداد از اونجایی که از پایگاه های فرمان روای بریتانیا به شمار می آمدند، یک نوع آزادی های بیشتری، جنبه های اروپایی بیشتری در اونجا وجود می داشته. چندین گروه از کشورهای مختلف در دمشق جمع می شود، از تهران هم خانم افشار می روند به نمایندگی از سوی این جمعیت و از پیشرفت های زنان ایران در زمینه آموزش، گزارش هایی که در زمینه گسترش آموزش در ایران داده می شود و از وضعیت زنان ایران، این نمایندگان کنگره آنچنان شادمان می شوند که
باز هم در اینجا به پیشنهاد تیمورتاش که پشتیبان این انجمن بوده پیشنهاد میکنند که به اون خانم های شرکت کننده در این نشست که کنگره دوم اونها رو که در سال 1311 بنا بوده برگزار شود در تهران برگزار کنند. خوشبختانه اسناد این نشست کنگره دوم به طور کامل در تهران منتشر شده، یعنی امروز ما همه این اسناد رو در دست داریم، گزارش های روزنامه ها در دست داریم. در فاصله میان این دو کنگره، یعنی کنگره اول و کنگره دوم، تیمورتاش دیگه اون موقعیت رو که پیشتر می داشته نمی داشته، از چشم پادشاه افتاده بوده، هنوز در زندان نبوده، محاکمه نشده بوده، ولی خانه نشین بوده و نسبت بهش مشکوک بودن. چرا؟ برای اینکه میگفتن جاسوس روساست؟ خب دیگه ماجراهایی که در آوردن و سر مسئله نفت و غیره میگفتن که او همکاری هایی داشته و جاسوس روسا بوده، چیزهایی که میدونید که تو فرهنگ ما جاسوس دانستن کسی که میخوان او رو از کار بردارن خیلی ساده است و یکی از شخصیت هایی که به راستی از میتوان گفت از سازندگان ایران در دوران پهلوی است و اصلا شاید او و داور هستند که رضا شاه رو توانستند به جایگاه بسیار بلندی برسانند، همراه با کسانی مانند فروغی و دیگران، مردان اصلی رضا شاه در واقع. تیمورتاش مورد غضب قرار میگیرد و در نتیجه هیئت‌های نماینده، این جنبه دردناک مسئله است، هنگامی که هیئت‌های نمایندگی انجمنها، 14 انجمن زنان از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، حتی از ژاپن به تهران میرسند در سال 1111، اون وعده‌ای که تیمورتاش داده بوده که انجمن معارف یا وزارت فرهنگ، ببخشید وزارت معارف یا فرهنگ میزبان اونها باشه، دیگه رفته کنار و اینها یک ماه در مسافرخانه ها و هتل ها در تهران زندگی میکردند و در جستجوی جایی برای برگزاری کنگره بودند. این رو بدون اغراق خدمتتون میگم، یک ماه تمام، 27 روز تمام، نمایندگان انجمنهای زنان از کشورهای گوناگون در بلا تکلیفی در تهران بودند تا سرانجام این همین هیئت مدیره. این آقای اورنگ چی کاره بوده یه دفعه گفتید؟ خب دولت پس از اینکه سرانجام به اینها اجازه میده که جلسات رو، نشستها رو هر روز در یکی از دبستان ها یا دبیرستان های تهران اینها برگزار کنند، میپذیره تنها به این شرط یک نماینده هم از سوی دربار برای جلوگیری از اینکه این جمعیت منحرف بشود، حرفای ناشایست در مورد حقوق زنان بزنند، یک شخصیتی رو هم بفرستند. آقای اورنگ در اون هنگام نماینده مجلس بود و یکی از محافظه‌کارترین نمایندگان مجلس بوده، به چیزهایی هم شهرت داشته که خیلی چیزهای خوبی در اون دوران در فرهنگ ایران نبوده. خب واردش نمیشم ولی میگذارم به حدس و گمان خود هممیهنان. و او همچنین با دربار نزدیک بوده. آقای اورنگ تنها مرد شرکت کننده در این همایش هست و چه بس و اگر اورنگ شرکت نمیکرد، خانوم ها از حجاب هم بهره، یعنی از حجاب هم استفاده نمی کردن. این خانم اورنگ در آقای اورنگ خیلی جالب است، هر جا که میخواسته دخالت کنه دخالت میکرده، اصلا نوبت نمیگرفته، حتی شوخی هم میکرده با افراد و چیزهایی بر زبان میآورده که شاید اصلا لازم، مثلا راجع به خانمی گفته که از زنهای بسیار برجسته اون زمان که شما رخت خیلی خوشگل رنگی تنتون کردی، یعنی چشم به اون داشته و میگه خب این شاید درست نباشه. یا وقتی که خانم ها در مورد مسئله حق طلاق صحبت میکنند، ایشان میدوند و صحبت رو قطع میکنند و توضیح میدن که از نظر شرعی شما نمیتوانید وارد این مسائل بشوید. با این حال این کنگره کار خودش رو انجام میدهد و دستاورد بسیار مثبتی داشته. این کنگره در سال 1311 در تهران برگزار شده، 2 سال پیش از کشف حجاب و در اون دوران هنوز با ناملایمات و گرفتاری ها رو برو بوده و از پشتیبانی دولتیان برخوردار نبوده.
و از اون جالبتر خدمتتون میگم، روزنامه های اون زمان، در روزنامه های اون زمان نوشتارهایی هست در نقد به این نشست، و این نشست رو به عنوان یک کار بسیار ناپسند، نادرست تلقی میکردن، برداشت میکردن که چرا خانم ها اصلا باید جمع شن در مورد حقوق صحبت کنن، اصلا خانم ها رو چه به حقوق. یک نکته حاشیه هم خدمتتون جناب محری بگم، بین سالهای 1297 خورشیدی تا 1306 خورشیدی ده‌ها رساله در مورد حجاب چاپ میشه در ایران، در نقد به بدحجابی، در پشتیبانی از حجاب، درباره اینکه چرا حجاب چیز خوبی است. اینها را آقای رسول جعفریان که از پژوهشگران نزدیک به حکومت در ایران هست در چند جلد کتاب گردآوری کرده. من وقتی این رساله ها رو میخواندم، خب تنها نتیجه که میتوانستم بگیرم این است که حتما یک پدیده ای، یک چیزی، یک جریانی در نقد به حجاب در جامعه وجود میداشته که این همه روحانیان و یا نویسندگان مسلمان در پشتیبانی از حجاب و درست بودن حجاب رساله نوشتن. چون اگر چیزی نبوده باشه روشنگری دربارش نیازی نیست. بنابراین یک چالش و کوششی در جامعه ایران از 1297 تا 1304 و 5 دست کم وجود می‌داره، همون دوره‌ای که خانم دولت آبادی هم به ایران برمی‌گرده، که نشان می‌دهد که یک جنب و جوشی در میان زنان ایران برای آزادی گزینش حجاب وجود داره که این همه رساله های دینی در پشتیبانی از حجاب نوشته شده در این دوران. آقای امینی حدود 4 دقیقه وقت داریم، بفرمایید که اگر ممکنه پیامد اقدام رضا شاه در کشف حجاب چه بود؟ اصلا کشف حجاب معنی درستی میده؟ نه، ولی به این معنا، به این معروف شد دیگه، چون ماجرای 17 دی سه مرحله داشته. مرحله نخست از اون هنگامی است که نزدیک به 6 ماه پیش از 17 دی یک جنب و جوشی در نهادهای دولتی در ایران آغاز می شود برای آماده کردن مردم به پذیرش حضور زنان بدون حجاب و به ویژه حضور دانش آموزان دختر بدون حجاب، که یکی از کسانی که در این زمینه به راستی باید گفت نقش برجسته‌ای داشته حکمت هست، علی اصغر حکمت، وزیر فرهنگ اون زمان، که در اون 5 سالی که ایشان وزیر بوده به داوری من یک دگرگونی بسیار بنیادی در ساختارهای فرهنگی ایران، در چالش فرهنگی ایران روی میدهد، از جمله برگزاری هزاره فردوسی است که در این هزاره فردوسی در مشهد دختران دانش آموز بدون حجاب گرد هم میان و این خب خیلی برای آخوندهای خراسان سنگین بوده. کارهای دیگری هم در این چند ماه پیش از 17 دی روی میدن. مرحله دوم بخشنامه دولت در مورد 17 دی هست و کاری که انجام میدهند و میروند و همون ماجرای معروف دانشسرای عالی که به نظر من کار بسیار ستودنی است، یعنی اینکه پادشاه کشور بیاید و یک نمونه برای مردم بگذارد و بگوید که من حاضرم در این کشور این انگ رو بخورم که شاید از دین برگشتم، چون با این انگ به او برخورد میکردن، با همسرم و دخترانم بدون حجاب ظاهر بشوم و وزیران رو و خانمهای اونها رو هم در برابر خبرنگاران بدون حجاب می آورند. این گام دوم است. اما گام سوم اونجایی است که یک درجه از زور در به کار بردن این کنار نهادن حجاب آغاز میشه که واکنش های منفی در جامعه ایجاد میکنه و کسان زیادی رو از اونهایی که می توانستند به طور آرام رفته رفته هوادار چنین کار و کوششی بشوند از این کار به دور می اندازه و واکنش نادرستی رو ایجاد میکنه. ولی بر روی چالش تاریخی بسیار مهمی در کشور ما به شمار می آید، یعنی ما نمی دانیم راه دیگری هم جز این می توانست اون زمان
وجود داشته باشه. شاید امروز وقتی به اون دوران نگاه میکنیم میتوان گفت که باید روش دیگری رو باید برمیگزیدند، ولی راستی این است که در اون دوران از آغاز دوره رضاشاه تا پایان اون کار، تا پایان دوره پادشاهی محمد رضاشاه، یک نوع تجدد آمرانه بر جامعه چیره است و در این تجدد آمرانه همه چیز از بالاست، از جمله کشف حجاب، از جمله مسائل مربوط به اینکه مردم مثلا در آذربایجان نباید به زبان غیر از زبان فارسی سخن بگوید، نام های خیابان ها جز زبان جز فارسی چیز دیگری نباید باشد. یک نوع زور از بالا، شاید هم برداشت خیلی ها در اون زمان این بوده که راهی جز این در برابر جامعه وجود نمی دارد، در حجاب هم درگیر شد. اما روی هم رفته باید گفت که پروژه 17 دی پیامد مثبتش برای جامعه ما بیشتر بوده تا پیامد منفی، و یک نوع گشایشی در جامعه آغاز کرده که این گشایش گشایش مثبتی بوده با همه کمبودهایی که در این کار وجود دارد و کجروی‌هایی که در این زمینه شده است. به راستی باید گفت که یک روز تاریخی در جامعه ایران بوده و به همین نام هم باید این روز تاریخی رو شناخت و خرسند بود که به هر حال یک گامی برداشته شد. آیا این گام اون چیزی بود که در یک کشور پیشرفته و پایه خرد انجام می‌گرفت؟ چه بسا نه، و حتما هم نه، ولی به هر روی در کشوری که جز زور راه دیگری شناخته نمی بوده، این کار مثبت رو هم سعی میکنه از راه زور انجام بدهن، مانند رفتاری که یک پدر برای آموزش فرزندش از راه کتک زدن در این جوامع عرب انجام میداده و فکر میکرده کار خوبی داره انجام میده. و این یکی از دردهای به هر حال تاریخی جامعه ماست که زور با تجدد در هم آمیخته و رایزنی جای خودش رو خالی کرده. ممنونم آقای امینی گرامی، وقت ما به پایان رسید. خیلی متشکر از شما. در هفته آینده امیدوارم که در استودیوی رادیو استودیوی تلویزیون درباره یک سوژه جدید با هم دیگر گفتگو کنیم. حتما. ممنونم. موفق باشید آقای امینی، پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران. شب و روزتون خوش.